امروز میخوام به تکنیکی اشاره کنم که قطعاً سرعت شما رو در تدوین تا چندین برابر افزایش میده. سلام، چطورین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب، با یک آموزش ویژه دیگه در خدمت شما و توی این آموزش قصد دارم نکته‌ای رو بهتون بگم که قطعاً سرعت شما رو در تدوین تا چندین برابر افزایش میده. فرض کنید که یک ویدیویی رو وارد قسمت تایملاین کردیم و کارهامون رو روی اون ویدیو انجام دادیم، یعنی اومدیم اون ویدیو رو قطعه قطعه کردیم و اون رو در قسمت‌های مختلف تایملاینمون قرار دادیم و حالا یک مشکلی رو در این ویدیو می‌بینیم. حالا ممکنه این مشکل از لحاظ نور یا رنگ باشه، یا اینکه بخوایم یک افکتی رو بهش اعمال کنیم، یا هر تغییری رو بخوایم به این ویدیو بدیم. شاید یکی از راه‌هایی که به ذهنتون میاد این هست که بیاید یکی یکی این تغییرات رو روی این ترک‌ها ایجاد کنید، یا اینکه مثال اگر توی بحث رنگ باشه بیایم یک ادجاستمنت لایه ایجاد کنیم و این تغییرات رو بهش بدیم و روی سر اون لایه‌ها قرار بدیم، یا حالا هر راه دیگه‌ای که ممکنه به ذهنتون برسه برای اینکه بخواید انفرادی روی این ترک‌ها کار کنید. همه این راه‌ها رو کنار بذارید، بریم داخل نرم افزار تا بهتون بگم که چه کار می‌تونید انجام بدید. خب بچه‌ها، من دو تا ویدیو رو وارد کردم و می‌خوام بیام این دو تا ویدیو رو کات کنم و چند جای مختلف قرارشون بدم. مثال این ویدیو شماره 1 من هست که من میام یک کات روش ایجاد می‌کنم، یه فاصله ایجاد می‌کنم، و اینم ویدیو شماره 2 هم که میام رو هم کات می‌کنم و مجدد می‌ذارمش بین این ویدیو اول و حالا به این حالت قرارشون میدم. پس حالا وقتی که بین ترک‌ها حرکت می‌کنیم تصویرمون به این شکل هست. زمانی که من بخوام بیام یک سری تغییراتی رو به این فیلم اولام بدم، اگر که برم وارد قسمت افکت‌ها بشم و مثال اولترا کی رو اینجا جستجو کنم و بکشونم روی این ویدیو قرار بدم و بیام در قسمت کی کالر و این قطر چکون رو انتخاب کنم و روی این رنگ سبز بزنم، خب این رنگ برام حذف میشه. اما اگر بریم روی ترک دومش قرار بگیریم، یعنی تیکه دوم همین ویدیو قرار بگیریم، می‌بینیم که این رنگ سبز حذف نشده و هنوز هستش. چی کار میتونیم بکنیم که اگر ما اومدیم رنگ سبز یا پرده سبز مربوط به تصویر اولمون رو حذف کردیم، به صورت همزمان روی این تصویر هم حذف بشه. من این رو برمیگردونم و افکتش رو هم حذف میکنم. در قسمت افکت کنترل شما در کنار این قسمتی که اسم ویدیوتون نوشته شده یه گزینه دیگه دارید به نام سورس، که اگر روش کلیک کنید میبینید که هیچ چیزی داخلش نیست. حالا من در عوض اینکه بیام این اولترا کی رو وارد قسمت افکت کنترل کنم، میام در قسمت سورس افکت کنترل این رو وارد میکنم. مثال اولترا رو میگیرم و میکشم اینجا و رها میکنم. حالا اگر که بیام این قطره چکون رو بگیرم و روی این رنگ سبز بزنم که حذفش میکنه، میبینید که روی ویدیو دوم هم اگر برم همون پرده سبز رو حذف کرده و دیگه ما پرده سبز اینجا نداریم. و جهت اینکه بدونید کدوم کلیپ ها دارن از این گزینه سورس استفاده میکنن، اگر بیایم به ترکش نگاه کنیم، میبینیم که یک آندرلاین قرمز یا یک خط قرمز زیر گزینه افیکسش برای ما کشیده که میتونیم متوجه بشیم که الان داره از یک افکت مستر یا سورس استفاده میکنه برای اینکه بخوایم این تغییرات رو بهش بدیم. پس متوجه شدیم که حالا اگر که من بیام همین کلیپ رو 10 تکی کنم، 20 تکی کنم، هیچ فرقی نمیکنه. وقتی که به یکی از این ترک ها من بیام اون تغییراتی که میخوام بدم رو، تمام این تغییرات روش اعمال میشه. مثال اگر که بیام روی فیلم دومم قرار بگیرم اینجا و بخوام بیام تغییرات رنگی بهش بدم، مثال بک‌گراند سبزی که الان ما اینجا داریم رو بخوایم تغییر بدیم، میتونیم بیام در قسمت افکت ها لومیتری کالر رو پیدا کنیم و اون رو بکشونیم توی قسمت افکت کنترل. بیام یه بار این کارو انجام بدم، مثال اینجا پیدا میکنم، قسمت سورس این ویدیو رو انتخاب میکنم و لومیتری رو میذارم اینجا. حالا این رو انتخاب میکنم، میرم در قسمت لومیتری کالر و مثال میام مهدی رنگ سبز رو انتخاب میکنم و تغییرات بهش میدم تا عوض بشه. میبینید که رنگ سبز رنگ آبی تغییر کرد. حالا اگر بیام روی قسمت دوم همین ویدیو، یعنی اینجا کلیک کنم، میبینید که اینجا هم تغییر کرده. اما نیازی نیست برای قسمت اصلاح رنگ این کارو انجام بدید. چرا؟ من این گزینه رو برش میگردونم و میارمش عقب دوباره تا جایی که افکت رو بهش اعمال نکرده بودیم، میبینیم قسمت سورسش خالیه. اگر میام یه تکه از این ویدیو رو انتخاب کنم بعد برم در قسمت لومیتری کالر، میبینید که اینجا هم باز مجدد ما اسم ویدیو رو داریم و در کنارش گزینه سورس رو داریم. و اگر من بیام روی سورس کلیک کنم، حالا اتفاقی داره میفته مثل همون حالت اول هست که ما اومدیم افکت رو دادیم به سورس کلیپ تا روی کلش برای ما اعمال بشه. من اگر بیام توی این قسمت و یک مقدار بیام پایین‌تر، مثال در این قسمت، و مهدی رنگ سبزم رو انتخاب کنم و این رنگ رو تغییر بدم، حالا میبینید که به صورت اتوماتیک در قسمت سورس برای ما افکت لومیتری خودش ایجاد میشه و روی کل ویدیو هم برای ما اومده و تاثیرش رو گذاشته. شما از این پنل سورس میتونید برای همه افکتاتون استفاده کنید. مثال من این ویدیو رو انتخاب میکنم، میرم در قسمت سورس، میام در قسمت افکت ها و یه افکت رو جستجو میکنم. مثال در قسمت ویدیو افکت میام اینجا و فور کالر گردینت میگیرم و در این قسمت وارد میکنم. میبینید که چند تا رنگ رو این قسمت برای من ایجاد میکنه. میرم در قسمت بلندینگ مودش و میام اینجا مثال میذارمش روی مالتیپلای یا میذارمش روی حالت اورلی یا اسکرین یا حالا هر رنگ دیگه که خودتون تمایل دارید. اگر من برم روی تکه دوم این کلیپ قرار بگیرم، میبینید که همون تغییرات رو به این کلیپ هم برای من
اعمال کرده. پس به این طریق شما میتونید یک افکت یا یک تغییر رو به کل تکه های مربوط به یک کلیپ خیلی راحت اعمالش کنید. ممنونم که به این ویدیو هم توجه کردید. پس متوجه شدیم اگر ما امکانات نرم افزار رو به خوبی بشناسیم، اگر مشکلی برامون پیش بیاد میتونیم خیلی سریعتر و با راه‌های خیلی راحت‌تری اون مشکلات رو حلش کنیم و نیاز نیست که زمان زیادی رو برای رفع مشکلات بذاریم. امیدوارم که از این آموزش هم لذت کافی رو برده باشید. حتما نظر خودتون رو زیر این پست بر من کامنت کنید و این پست رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. من امینی مایفر هستم. در آموزش‌های بعدی شما رو می‌بینم.